همه زندانیان سیاسی و عقیدتی. بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم فرموده است اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. هرگاه پیش برد و اداره امور به غیر متخصص و غیر اهل آن سپرده شد، منتظر قیامت و پایان بدفرجام آن امر و سیستم و مجموعه باشید. حکمرانی و اداره جامعه از جمله مهمترین امور جوامع مختلف بشری است که مطابق شرع و عقل باید با رأی جمعی بخشهای گوناگون آن به متخصصین و کارشناسان دلسوز و پاکدست سپرده شود. بنابر رأی اصح فقهای اسلامی، مراد از اولی الامر صاحبان علم و تخصص در امر مربوط به خودشان هستند که در کنار علم و آگاهی و دانش لازم باید پاک دست و وطن دوست هم بوده و مصالح و منافع ملت خود را پیش چشم داشته و رعایت کنند. با توجه به آنچه گفته شد، ما امضا کنندگان این بیانیه در جایگاه علمای اهل سنت و آگاهان به موازین شریعت اسلام موارد زیل را به همه مسئولان حکومت یادآوری می کنیم. 1. اجرای کیفرهایی که به حدود اسلامی شهرت دارند تنها زمانی ممکن است که حاکمیت سیاسی با عمل به تکالیف خود قسط و عدالت نسبی را در جامعه اجرا نماید تا آحاد جامعه از حقوق مساوی بهره‌مند گشته و نیازهای طبیعی و اولیه آنان برآورده گردد. حضرت علی کرم الله وجهه در نامه‌ای به مالک اشتر ضمن تأکید بر این موارد مهم دیگر خصوصیات حاکم را چنین بیان فرموده است: داشتن قلبی رؤوف و مهربان نسبت به مردم، رفع فوری نیازمندی های آنان، قانونی بودن استیضاح زمامدار و لزوم قبول خطا از سوی حاکم، دوری از ابهام در کارها و